خب دوستان گرامی پر کاربردترین واژگان آلمانی بخش بیتسوای یکم کلمات مهمترش رو کار میکنیم در باخ معنی شکم هست و جمعش میشه دی بایشه دی بایشه که این خ و این خ شد خب مثلا شاید بی باخ رو شنیده باشید بی باخ یعنی اون شکمی که توسط با آبجو بزرگ شده معمولا حالت گرد و اینو بی باخ مثلا احت اینن بیا باخ حد این دیکن باخ یعنی دیک یعنی گنده دیگه یعنی چا خب پس این واژه رو داشته باشید مشت و یعنی فاوس هست و جمعش میشه فایست فایست مشت مثلا حد میش گشلاگن حد میش گشلاگن منو زد میتونیم بگیم حد میش میده فاوس گشلاگن میده فاوس یعنی با مشت مید فاوس میتونه بگی مثلا بر... به چیزی زدن بعضی مواقع بعضی ها میخوان قدرتشونو رو اثبات کنن اون موقع اینجوری بود که یه دیوار مثلا گکی پیدا میکردن اینجوری با مشت میزدن اون جای جای اون مشتاشون میموند گگن دی وانت شلاگن مید فاوس گگن دی یعنی با مشت گگن دی به دیوار بزنی یا بعضی ها میزدن تو شیشه اعصابشون خیلی خرد هنوز هم هست نه تو فیلم ها بینید. بعضی موقع gegen den Spiegel خب میده habe mit der Faust schlagen. Er hat mich geboxt, mich geboxt. Geboxt, wenn ich sage, خب دست گلیت بچه ها یه بخشی از بدنه همیشه زنجیر رو در نظر بگیرید اون دونه های زنجیر که به هم پیوسته اینا رو بهشون میگن گلیت 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 و گلیدا که به معنی اون زنجیرهایی که به هم یه نوع اعضا هست اون عضو بدن رو میشه گفت مثلا گلیت هست گلیت رو میشونه معنیه پی هم بکنیم حالت مردانه که اونم یه نوع عضو دیگه یه حالت یه چیزی بین دوتا تا دست مثلا دو تا عضو هست فرض کنیم مثلا یه دونه انگشتمون میتونیم بگیم سه تا گلیت داره سه بخش داره اون بین اون قزروفا ها. ها رو میگن گلنک گلنک قزروف نه ببخشید مفصله گلنک دست گلنک دست گلیت دست گلنک یعنی مفصل دی گلنک یعنی مفاصل و دست گلیت دست گلیت گلیت نمیگیم دیگه درست نمیشیم گلیت یک گوله رو باید با هم بگیم دست گلیت دی گلیدا عضو بدن مثلا میتونیم بگیم این فینگا این فینگا یک انگشت بشتیت اوس درای گلیدان از سه تا بخش تشکیل شده از سه تا زنجیره تشکیل شده

در این کار پر بشتید اوز فیل کنوخن شتار کنوخن ها بند استخونت مو باشه. باشه دردی هم هست که اونو پوکی استخوان میگن پوکی استخوان رو میگن استوپوز استیوپوغوزه میگن اینا دیگه کلمات لاتین هست که خیلیت بیماری ها یه اسم آلبانی هم ممکنه داشته باشن اسم لاتینش رو معمولا اونایی که پزشکی میخوان باید حتما بدونن ما کنوخ مارک داریم کنوخ مارک که مغز استخونه دست کنوخ مارک ما این کنوخ شب کنوخ شمرسن استخون درد دارم اینا رو همه رو دیگه میشه گفت Knochen مثلا Hunde مگن Knochen استخون رو دوست دارن سگا Knochen جمعش خودش یکیه یک کنوخ دی Knochen Knochen. کنوخ در لایب لایب تن هست مثلا میت لایب اون زل دبای زین یعنی با جون و دل میت لایب اون زیل با جون و دل یه کاری رو انجام بدی دبای زین همراه اون کار باشی مثلا ایش ماخ داست میت لایب اون زیل اون کار با جون و دل انجام میدن میت لایب اون زیل خیلی جا توش اشعار و اینام به کار میره تو کل کارپ هم میشه معنیش کرد دیگه درسته ام گانسن لایت ام گانسن لایب یعنی تو کل تنش تو کل بدنش ام گانسن لایب ار هاته، ار هاته فیل یا مرر مرر ووندن خیلی اون زخمی و خراش هایی داشت زخمی هایی داشت زخمایی داشت حتی میقه و ووندن ام گانسن Körper am ganzen Leib. Leib, ja, mich Laiba. ich mal ja, mich Die Lippe, Lippe, ja, mich lippen labha. Die obere Lippe, ja, nicht labbeln Die untere Lippe, passt die obere, die untere Lippe. Ich labbe wollen, ich labbe لیپنشتیفت رو دیگه میدونید لیپنشتیفت یعنی مداد لب یا همون یعنی روژ لب ده ماغن میده هست ماغن شمرتس رو حتما میدونید دی لکه, لکه فاصله است بین دندون ها ممکنه بعضی فاصله باشه بعضی که قبلا هم میگفتن هر که بین دندون هاش فاصله هست پولار میشه الان ها نمیدونم میگن یا نه لکه یعنی بدونه. لکه لوس یعنی بدون لکه بدون شکاف بدون فاصله لوکنلوس پس لوک یه نوع شکاف هست اینجا بگیم حالا جا فاصله معنی کرده لوکنلوس لوکنلوس سنه یعنی دندونه که بینشون هیچ فاصله ای نیست اینجوری مثلا میگن قشنگ داره خب موسکلن جمعش میشه بچه ها از اونایی که نمیگیره موسکل نمیشتر. حد که مسکل. مایچه قویی داره در نکن گردن حلس گلو بچه ها حال هالز اون جلوی اون ما کلشون میگیم گردن اون جلوی گردن اون قسمت گلو میشه هالز ولی گردن میشه در نکن جمعش هم چون به این خط شده دیگه همون خودش میمونه کسی نکت باشه برهنه است لخت است ایشا زی نکت که زن برهنه دیدمش بعضی جا توی آلمان یه جایی هست که سواحلی هست به قولن کنار یه دریاچه های کوچیک و ایناز اونا یه جایی دارن که اونجا میتونن برهنه برن فرهنگش توی شرق آلمان بیشتره جاهایی که برهنه باشن نکت امشتخاند نکت امشتخاند یعنی توی توی ساحل لخت نکت فاون نکت منا در نرف اسب که جمعش میشه نرفن نرفن در نرف دی نرفن دون نرفن نرفن معنیه میتونه فعلا باشه بچه ها این خودش مثلا میگم دو نفس یعنی داری رو اصاب را میری دو نرفست ولی خود نرف یعنی عصب هست مثلا یه عصب خیلی بزرگ که ما باید بشناسیم که از کمر میره مثلا به پا و اینو اذیت میکنه عصب سیاتیکه که بهش میگن ایشیا, ایشیا, نرف. ایشیا نرف ایشیا نرف ایشیا نرف ایشیا نرف یعنی عصب سیاتیک ایشیا نرف یه یعنی عصب عصبی است که خیلی وقتا کمر و اینا به وجود میاره و پا درد و اینا دست ارگان اونم یه عضو بدنه اونجا گلید بین دو تا چیز معمولا و ارگان هم ارگان داخلی داریم اینق ارگان اینق ارگان ارگان های داخلی بدن دست پروتئین پروتئین رو هم میگن بچه ها آی وایس به این میگن پروتئین پروتئین یا آی دی وانگه ما دو تا وانگن جمعش وانگ همون لپ افتی دی وانگ کسن یعنی روی لپ بوسید آف دی لپن که یعنی لب بوسید اون اونو کسایی که میکنن که با هم هستن یعنی توی رابطه هستن یه نفر و دو نفر رو ببینید که مثلا روبوسی کردن لب و نبوسیدن میتونید بفهمید که اینها با هم نیستن من دوست همینجوری هم. در زان خب حالا فرهنگ ها مسلما مختلفه در زان دندون دی زین دندون ها سو لگن ich habe 20 کیلو سو گلکت. میشه گفت میشه گفت سو ich habe 20 کیلو سو 20 کیلو زیاد گفتم نه و دی زونگ زبان هست حالا من این کلمات رو میذارم توی سایت هم ایش چی هست نرفو چرا این اینجوری گفته میدید حالا به هر حال من اینجوری هم دیدم این غلط گرفته حالا نمیدونم چرا بر حال دیم نرف هست خب اینم از این درس امیدوارم که چند تا کلمه مهم و خوب هم یاد گرفته باشید این نکاتی هم که بهتون میگم معمولا مرتبط هستن با فرهنگ تو اون جامعه که حالا آلمان باشه مثلا اون چیزایی که باز خودم زیاد شنیدم و اینها مثلا بیه باخ که به حال اینا هم باز هم جز فرهنگ هستن اینا هم در نظر داشته باشیم خب خوبه که الان برای شما خودتون بیاد جمع اینها رو همینجوری بدونی که اینجا نگاه کنید بگید خیلی مهمه جمعشون رو بگید هم آرتیکل رو بگید هم جمع رو بگید بچا مثلا بیاید اینجا بگید خب دست بذارید روی این قسمت ها بگید خب چه چی چیزایی رشکان گفت شکم مش عضو بدن استخوان تن لب فاصله معده اینا رو از بالا نگاه کنید بیاید پایین آلمانیش رو نبینید آرتیکلشون رو بگید و جمعشون رو بگید این خیلی مهمه چون کلمه رو سعی کنید با آرتیکل یاد بگیرید بعد بعد